برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز ترجمه در آستان مقدس علوی کتاب راهنمای عتبات عالیات در عراق را به زبان اردو ترجمه و منتشر کرد. این کتاب شامل مجموعی از اطلاعات مخصوص گردشگری مذهبی در عراق از جمله معرفی زیارتگاه‌های متبرک و عتبات مقدس و نیز مجموعی از زیارت‌ها و ادعیه و برخی از مسائل فقهی پیش روی زائران خارجی را در خود جای داده و جزئیاتی و اطلاعات تاریخی و فرهنگی درباره اماکن مقدس در آن است. مردم مسلمان اندونزی برای اعلام همبستگی با ملت مظلوم یمن و محکوم کردن جنگ و محاصره تحمیلی عربستان بر آنها در برابر سفارت سعودی در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی تجمع کردند. این مسلمانان اندونزی کشتار هزاران تن از مردم بیگناه یمن در حملات متجاوزانه ائتلاف به رهبری حکومت سعودی را محکوم کردند. دسترسی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در منطقه شهر ری در جنوب شرق تهران آسان‌تر شد. تا پیش از این زائران برای رسیدن به این حرم مطهر که در محله قدیمی واقع شده میبایست از کوچه پس کوچه های قدیمی عبور میکردند، اما اخیراً به همت شهرداری منطقه 20 تهران مسیر دسترسی به این مکان مقدس هموارتر شده است.